Let's go to see some new thing. مثلا داستان از این قراره که می‌خوایم ببینیم این شهری که ما زندگی می‌کنیم امنیتش چقدره و می‌خوایم یه چیزی حالا با ارزش یا کیف یا یک موبایل یه چیزی بذاریم توی ماشین. یه جا ماشین رو پارک می‌کنیم جای شروع. اگه ناتالیا راضی بشه کیفش رو بده به ما. بگم راضی نشه که گوشی قبلیش آوردم میشه من اینو بذاریم. ببینیم که کسی نمیتونم حرف بزنم هم میخوایم ببینیم خلاصه با اینکه شیشای ماشینمون پایینه و ایسه با ارزش تو ماشینه دوز میاد ماشین ما رو بزنه یا نه. پس شما همراه باشید. At least leave your wallet. At least your wallet. خب ما رفت. خب برو بشین گوهنی. Come baby, calm down. Don't worry. Nothing will happen. آه میخوایم بشینیم یه جایی اینجاها. حالا یکم دورتر. فقط دیدم داشته باشیم که بتونیم براتون شاید اینجا بگیریم. مثلا اینجا بشینیم. آماده است برای انجام عملیات. خب ما شانسمون این بودش که اینجا که پارک کردیم روبروی یه رستوران عربیه. اینجا که ماشین رو پارک کردیم و ما نشستیم اینجا. خب اومدیم رستوران عربی دیدیم قلیون داره و ما هم بعد 10 سال قلیون گرفتیم. ببینیم 10 سال که دیگه واقعا دروغه. دو سه سال چه how many years not 10 years we didn't smoke. نه 3 years. حتی بجز ماشین ما یه ماشین دیگه هم اونور هستش که شش بازه. میتونی نشون بدی به بچه‌ها؟ نمیدونم اون ونه رو میبینید ون مشکیه شیشه اونم بازه. یعنی اصلا خیلی نرماله. حالا اصلا قدیما حتی اصلا هیچ در ماشین رو قفل نمیکرد توی این کشور. انقدر اینجا امن بود. ولی الان چون خیلی خارجی بیشتر شده اینجا و پناهنده ها بیشتر شدن به خاطر همین یکم ناامن شده. خب ما الان خیلی وقت اینجا نشستیم و دیگه واقعا حوصله‌مون سر رفت چون هیچ کی اصلا رد نمیشه دیگه نگاه بکنه. حتی بعد بجز اون گوشی که توی ماشینه یه دوربین هم روی اون میز گذاشتیم. اون رو رد میشن نگاه میکنن ولی کسی اصلا کارش نداره. و اینکه نمیدونم دیگه شاید بریم از اینجا بریم یه دور دیگه توی شهر بزنیم. حس جالب اینه که اینجا هی پلیس رد میشه و اینکه حتی بیشتر از مردم پلیسا رد میشن و چک میکنن. این خودش امنیت یه همچین کشور رو میاره بالا. خب بچه‌ها متاسفانه ما کاسب نشدیم. هیچ کی چیمون رو ندزدید. خواستیم یکم همینجا که بودیم بهتون نشون بدیم. یعنی ما اونجا بودیم اون طرف خیابون بودیم الان اومدیم این طرف خیابون بهتون نشون بدیم که یعنی جای شلوغیه و همینجوری که میبینین قرفه های مختلف گذاشتن چیزای مختلف میفروشن. خب اینجا مثلا اینکه پول میدین چیکار میکنین؟ آها اینو بهتون بگم راستی قبلا که از ایران پرواز مستقیم داشتیم و تورایی بودش که از ایران مسافر می آوردن اینجا این خیابون همیشه پر ایرانی میشد چون اینجا هم پر هتله. البته هتلاشون اینجا فکر نمی کنم بود ولی توی این خیابون وقتی ما اون موقع راه می رفتیم قشنگ همه فارسی حرف می زدن چون هفته یه دفعه پرواز مستقیم داشتیم تو کل تابستون و برای 2 هفته توی عیدم هر هفته یه پرواز بود. خب خیلی جمعیت می اومد. دلارم اون موقع دلار یورو هم ارزون بود. ارزش پول ما یکم بهتر بود به خاطر همین ویزا گرفتن هم راحت بود اون موقع که تحریم هم نبود اینقدر و خیلی راحت می اومدن اینجا برای تابستون و عید که هفته یه بار هم پرواز بود. و خلاصه که اینجا عین ایران میشد. وقتی راه می رفتم بگم تهران داری راه می همه فارسی حرف می زدن. ولی متاسفانه الان همین که پرواز مستقیم نیست همین که وضع یورو این شکلی شده اینقدر گرون شده و یه مورد دیگه آه و اینکه ویزا هم خیلی راحت دیگه نمیدن مثل قبل به خاطر تحریما. خیلی کمتر توریست از ایران میاد دیگه قبرس. بیشتری هم اگه بیان میرن قبرس شمالی. بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه شدین. ما خواستیم فقط امروز به شما نشون بدیم که اولا که چقدر یه کشور میتونه امن باشه که کسی شکمش گرسنه نباشه که بخواد چیزی بدزده تو ماشین کس دیگه ای و اینکه اینم بتونه نشون بدیم که آرامش این کشور چقدر خفنه و چقدر آرامش داره این کشور. همینجوری که الان دور اطراف ما رو دیدین نری تو میله آقای فیلمبردار و اینکه همین دیگه. خلاصه که امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو. لایک کنید کامنت برام بذارین نظراتتون رو برام بنویسین بهم بگین چه کارهای دیگه بکنم. نری زیر ماشین دوباره بگین. تا ویدیو بعد خدافظ. خدافظ. ماشین کو ماشینو بردن.